برگشتیم دوستای عزیز، صبحتان بخیر. در بخش دکتر شما قرار داریم با دکتر صاحب سعید کمال جلال و موضوعی که امروز انتخاب کرده ایم اختلالات شبه جسمی است و ای که ای اختلالات چی هست و چگونه با وجود میان، از کدام اشخاص بیشتر دیده میشه. بیشتر صحبت ها را با دکتر صاحب میداشته باشیم، شما هم با ما همراه باشید. خوش آمدید دکتر صاحب در برنامه و صبحتان بخیر. سلام، صبح شما بخیر. دوستایی که میبینن هم صحتمند و سرحال باشن. سلامت باشین. سپاس. ما هم صحتمندی شما را از خداوند خواهان هستیم که انشاءالله صحتمند دیده میشین و خوشحال هستیم که در این بخش شما را با خود داریم. ممنون، بخیر باش دارم. خب دکتر صاحب، در نخست میپردازیم به این که اختلالات شبه جسمی چی هست و چگونه با وجود میه؟ ببینه، معمولا این هم یکی از جمله بسیار اعراض اختلالات بسیار عام در بخش روان پزشکی یا طب روانی است. معمولا بیشتر کسا اعراض گوناگون جسمی را یا اعراض گوناگون روانی را معمولا ایجا می داشته باشند، با وجودی که بیشتر معاینات که بالای مریض میشه، مثلا از مریض عکس گرفته میشه، معاینات فیزیکی انجام میشه، معاینات لابراتوری انجام میشه، هیچ یک دلیل به خاطر مرض پیدا نمیشه. یعنی تمام اون ارگان ها نرمال کار میکنن، مگر مریض از یا از درد شکایت داره، یا از آمدن حملات تشنجی شکایت داره، یا از ناراحتی یک ارگان خود شکایت داره. و سابقا اختلال دیگه که به نام اختلال بدشکلی بدن بود، مثلا یک عیب خیالی در قسمت یا یک عیب خیالی وجود داشت، یا یک عیب بسیار معمول خصوصا پیش دختر خانم ها یک خال خدایی در قسمت روشان بود، یا یک دو سه موی اضافه در قسمت روشان بود، همش نسبت به این حالت یا نگرانی داشتن. و یا هم اختلال دیگهش به نام خود بیمار انگاری یا هایپوکندریازس، مریض احساس میکرد که یا همش در ترس بود یا در ذهنش بود که ما با کدام مرض بسیار کشنده و مرضی که هنوز تشخیص نشده، هنوز شناخته نشده و در تغییر است، من مبتلا هستم. که معمولا بیشتر کسا میگن که در جمعیت کلینیکی، یعنی کسایی که برای دکتر مراجعه کردن پیش از یک احصایه گیری شده، شاید بین 4 الی 6% از مردم به می انواع و اقسام از اختلالات جسمانی کردن یا سوماتوفارم مبتلا هستن. و به شکل دوم با جمعیت عمومی الا 15% هم شاید که با اینمی اختلالات مبتلا باشند. آها، بسیار خوب، اشاره خیلی خوب داشتین. خب ای تا جایی که من درک کردم، ای یک گونه مرض یا اختلال هست که همو یک چیز به شکل خیالی هست، تخیلی هست نزد یک فرده. ببینه، معمولا در قسمتش او قسم هم است، مگر یک قسمت دیگهش اصلا چنین چیز نیست. یک کس قصدن ما اختلال دیگه داریم به نام اختلال ساختگی یا فکتشی است. ایجا یک کس قصدن اعراض علائم تمثیل میکنه. خب هدف داره، ایجا هدفش ای است که همیش میخواه کمو قابل توجه مردم رو به خود جذب کنه، همیش میخواه که نقش مریض بازی کنه، همیش میخواه که از این طریق مورد برلاوی توجه، مورد عاطفی بودن هم قرار بگیرن. چیز دیگه هم ما داریم با نام تمارز یا ملنجرنگ. معمولا ایجا هم شخص هدف داره، اعراض روانی را یا اعراض جسمی را تمثیل میکنه. هدفش ایجا ای است که از یک مسئولیت میخواه که شانه خالی کنه، یا میخواه که مسئولیتی که برش داده شده نمیتونه که از عهده از او برای بالاخره بهترین رای حل، بهترین رای فرار برشی است که باید مرزه تمثیل کنه. یعنی در مجموع علمی اختلالاتی که به نام هستریک قبلا یاد میشد و متاسفانه امروز هم در جامعه ما شما، خصوصا در جامعه طبی ما شما یاد میشه به نام هستریک، امروز ما کلمه هستریک نداریم. ما به نمی خاطر نام علمیش هم ماندم که شبه جسمی یا اختلالات سوماتیک سپرم، به خاطر که بعض وقت ایا مریض هستند، یک قسمتشان مریض هستند، نیاز به درمان دارند، نیاز به شناخت دارند، نیاز به درست است که متاسفانه تداوی از این امراض وقتگیر است، زمانگیر است، مزمن است، معمولا تداوی دوایی ندارند. کسایی که مشکلات دارند در پولی شاید افسرده هم باشند، در پولی شاید استراب هم داشته باشند. بین 25 تا 50% مریضایی که اختلال جسمانی کردن یا سوماتایزیشن دارند افسرده هستند. اینجا ارتباط نگره به برخورد خود دکتر هم، ارتباط نگره به برخورد خود خانواده هم، ارتباط نگره در مجموع به فاکتورهای محیطی هم. که بعض وقت نقش ما دکترها هم وضعیت مریض خوبتر می سازه
و نقش ما دکتران هم بعض وقت وضعیت مریض بدتر از بدتر میسازن. امروز این مریضا متاسفانه با نام هستریک یاد میشن یا میگن که تو تمثیل میکنی، یا از او قدر ساتر هم بگیم که میگی که این مکار است، این مریض نیست، این مکار است، این مکارگری میکنه. در حالی که کسایی که اختلالات سوماتیک سپتم دارن یا اعراض جسمی دارن، بعض میکانیزم ایجاد از اختلال و انگیزش پیش مریض ناآگاهانه است. یعنی قصدا مریض کار نمیکنه، او اعراضی که میگه در واقع اختیار مریض نیست. بعضی مریضا تشنجات کاذب دارن، ما تشنجات واقعی داریم که بالاخره مریض تشخیص میشه که شاید مبتلا به میرگی و بسره باشه. این مریضا عین از تشنجات دارن، خو یا تشنجات واقعی نیستن، تشنجات کاذب هستن. اینا برخورد مریض و برخورد دکتر، برخورد اشخاص مسلکی و بالاخره خانواده باعث میشه که نه به مریض کمک درست شوه، و برای کمک نمیشه متاسفانه مشکلش دیگه هم بیشتر زیادتر میسازد، تشدید میسازد، و بیشتر کسایی مشکلات دارن. و مثلا اینمی تشنجات ساختگی یا چی کاذب معمولا دارن، اختلالات درد دارن، خود بیمار انگاری همراهشان است، بادی دیسمورفیک یا اختلال بدشکلی بدن که امروز مربوط اختلالات افکار وسواسی شده از طبقه بندی جدیدشان. یعنی جز اختلالات معمول است که در بخش اختلالات سوماتوفارم یا شبه جسمی طبقه بندی میشن. بسیار خوب، اشاره خوب داشتین دکتر صاحب. در این قسمت هم شما اشاره کنین که مشخصا این اختلال نزد کدام افراد در کدام سنین و علل عواملش در چی هست؟ ببینید، معمولا بین سن 20 تا 40 سالگی زیادتر دیده میشه. اختلالات کنورژن پیش خانما بیشتر است، زیادتر است، یا تشنجات کاذب. اختلالات سوماتیک سپتوم پیش مردان نسبتا زیادتر است. در مجموع سنش که شروع میشه بین 20 تا 40 سالگی است. خب حتی میتونه که پیش از این هم شروع شوه و بعد از او هم شروع شوه. حد اوسط سن بین 20 تا 40 سالگی است. دلایل بسیار متفاوت باعث ایجاد از این حالت میشه، با وجودی که به شکل قطعی هنوز معلوم نیست. خب شاید فاکتورهای ژنتیک هم رول داشته باشه، فاکتورهای محیطی هم رول داره. معمولا یکی از مثالهای بسیار عام معمولش این است، خانواده میگن که از سوماتایزیشن یا جسمانی کردن یا سوماتوفارم زیادتر در رنج هستند که وقتی که کودکشان صحتمند است، در موقع صحتمندی کودک کس تشویق نمیکنه، و وقتی که کودک مریض میشه توجه و فامیل و محبت و بالاخره عاطفی بودن مادر و پدر تقریبا چندین چند زیاد میشه. اینا حالا کودک یاد میگیره که به خاطر رسیدن هدف باید من چی کنم، از کدام طریق پیش برم. یا در خانواده هایی که شاید یک پدر یا مادر مبتلا به نمی اختلال هستن، و یا هم پیش کسایی که هدف دارن، چی هو هدف مالی باشه، چی هو هدف اجتماعی باشه. یعنی کلش دست با دست هم میتن. بعض فاکتورهای خود مغزی هم داخل است. مثلا پیش کسایی که کاهش متابولیزم در قسمت لوب پیشانیشان یا طرف چپ می داشته باشن، یعنی اینیا کلش دست با دست هم میتن، باعث ایجاد از اختلال میشه. بسیار خوب. خب دکتر صاحب، رفتار والدین با کسایی که با افراد که سردوچار به این اختلال میشن چقدر میتونن روی روحیشان، روی حالت روحی و روانیشان باشه، چقدر میتونه تاثیر مثبت و منفی بگذاره؟ ببینه، متاسفانه نه تنها رفتار والدین، رفتار دکتر هم اینجا باید چی شوه، یک کمی که اشاره شوه. و خدا کنه که بعض دکتر صاحب بعضی صحبتای ما ناراحت نشن یا سوء تعبیر نداشته باشن. من با تمام از مسلکای خود احترام قلبی خود دارم، دوستشان دارم. بعض وقت رفتار برلای والدین دکتر هم، مثلا مریضی که تشنج کاذب داره، ببینه شاید از هر سه نفر یک نفرشان حتما یک مشکل یا نقص عصبی در سیستم عصبی مرکزی خود دارن. دقیقاً درست. این حال برخورد دکتر یا برخورد بسیار ساده، بعض وقت برای این مریضا ویتامین سی زیر جلدشان، شاید شما یا کسایی که برنامه را میبینن شاهدش باشن که مریض را بردن پیش دکتر، بالاخره دکتر یا شخص مسلکی هر کسی که بوده یک ویتامین سی را زیر جلد برش پیچکاری کرد و گفته که بخی بگرد، اگر نه این بسیار دوای قیمتی است، اگر نگردی موی سرت میتکه. درست؟ که اینی یکی از شیوهای نادرستی است که بالاخره برای مریض برای کمک نمیکنه، باعث میشه که اینی مرض در مقابل درمانایی که کمی بیش وجود داره هم مقاومت نشان بده. چیز دیگه که بسیار مهم است، متاسفانه یارم من حیث مریض هم بعض وقت کسی نمیشناسن.
میگن که خودت مکارگری میکنی. ببینی کسی که حمله کنورژن سرش آمده شاید یک تجربه تخل دوران کودکی خود داشته باشه. و یا هم پیش کسایی که نمیتونن به شکل نرمال هیجانات خود از طریق زبان بیرون کنن. ما شما طبق معمول وقتی که خفه میشیم، دق میشیم، آزرده میشیم یا در زندگی روزمره هیجانات متفاوت را تجربه میکنیم، بالاخره میری خودت با یک خورخوندت میشینی در خانه با پدر مادر کش میکنی که هم هیجانات چی کنی؟ بازگو کنی، بیرون کنی. درست اینا بعض کسا نمیتونن اینمی مهارت از دست میتن، توانمندی بیان هیجانات از طریق زبان از دست میتن، نمیتونن که مو هیجانات خود ابراز کنن. بالاخره و وجود ضرورت داره که هیجانات باید تخلیه شوه. بالاخره از طریقای نادرستش که یکیش هم اختلالات چی است؟ کنورژن یا تبدیلی که بالاخره مریض یا یک طرف مریض شاید فلج شوه یا یک عمله تشنجی کاذب داشته باشه و یا هم کری داشته باشه یا هم کوری داشته باشه. بسیار کساست که کوری کاذب پیدا میکنن، بسیار کساست که کری کاذب پیدا میکنن. بالاخره یا کسی هستن که مو هیجانات از راه نادرستش تخلیه میکنن، توانمندی تخلیه هیجانات از طریق زبان از دست میتن. این حالا ببینیم این هم میکانیزم ایجاد از این حالت پیش از شخص ناآگاهانه است، یعنی در واقع خودش نیست، و هم انگیزش. بالاخره این یک مریض است، این نیاز به درمان داره، نیاز به تعقیب داره و نیاز به حمایت داره. وقتی که برزی متاسفانه یک ویتامین سی زخم میشن و بالاخره تشخیص هم سرش مانده میشه که این مریض نیست، این مکارگری میکنه و معمولا یا استریک است. بینیم این خاطر هم است که امروز کلمه استریک از بین رفته. ما زیر کلمه استریک سابقه و امروز تقریبا فکر کنه که سه عنوان بزرگه و هر عنوان از خودش دو سه چندین مرض فرای خود داره. اگر مجموعا ما بگیم کلمه استریک امروز با بیشتر از 10 الی 15 امراض روانی ما میشناسیم. یعنی ما امروز کلمه استریک نداریم. امروز اگر کسی در زندگی خصوصا بعض دکتر صاحب یا افراد مسلکی ما اگر تشخیص خود میگذارن که فلانی شخص استریک است، متاسفانه شاید از لحاظ مسلک ما بی‌سواد باشن. چون امروز کلمه استریک دیگر نیست، کلمه استریک از بین رفته، کلمه استریک تقسیم شده با امراض گوناگون روانی. بهتر است که اگر پیش زی که تشخیص استریک بانه و یا احساس کرده که استریک است، اونمو را معرفی کنه برای روانشناس، معرفی کنه به یک دکتر روان اعصاب که هم خوبتر تشخیصش کنه، هم خوبتر تداویش کنه و هم از بعض از اینهای که بالاخره پرمصرف از گزاف است، هم نقص اقتصادی را به وجود میاره، هم بالاخره برای مریض کمک نمیکنه. حداقل از اون موارد هم باید جلوگیری شوه. آها بسیار خوب. و از انواعش بگوین که به چند نوع هست و همین دوره اختلالات به چی مدت زمان یعنی دوام پیدا میکنه، این دوره ای هست چگونه هست؟ به خاطر تشخیص امروز یک میاره که قید میکنن حداقل 6 ماه است. و این مریضا مریضای مزمن هستند. اگر او اختلالات کنورژن است، اگر او اختلالات اعراض جسمی است یا سوماتیک سپتوم است، به خاطر تشخیص باید حداقل کم از کم اعراض برای 6 ماه وجود داشته باشه و در 6 ماه باید شده باشه که افت عمل کرده شغلی و تحصیلی و روابط اجتماعی گپای مریض مختل شده باشه. انواع و اقسامش طبقه بندی سابقه که بود میگفتن که اختلالات شبه جسمی سوماتوفارم که شامل 5 اختلال بود که اختلال خود سوماتایزیشن یا جسمانی، اختلالات کنورژن یا تبدیلی، اختلال بدشکلی بدن، خود بیمار انگاری و اختلال درد. یعنی بعض کسا صرف تابلوی کلینیکیشان صرف درد است، احساس میکنن که یک سردردی شدید دارن یا کمردردی شدید دارن با وجودی که تمام معاینات پیشان میشه. مثلا ما سر سردردی مزمن صحبت کردیم یا سر سردردی حاد و تحت الحاد صحبت کردیم. وقتی که این معاینات مریضا از لحاظ فیزیکی معاینه میشن، از لحاظ اعراض علائم معاینه میشن، تاریخچه گرفته میشه از پیشان یا از مغزشان عکس گرفته میشه، بالاخره هیچ نوع علت خاصی برشان پیدا نمیشه. تمام معایناتشان، تمام اسناد شواهدی که بالاخره بعد از ارزیابی به دست میاد کلش نرمال است. اینی حالت بالاخره مریض دیر نمیپذیره که ما چی هستم، مریض هستم. در بعض وقت اون چیز دیگه که ما پیشتر مطرح کردم که فکتشی است، حجه باز صرف از
اعراض تمثیل میکنه، میتونه که اعراض روانی رو تمثیل کنه، میتونه که اعراض جسمی رو تمثیل کنه، میتونه که هر دوش تمثیل کنه و یا هم تمارز یا مالنجرینگ اوجه هم اعراض تمثیل میکنه. خوجه باز شخص هدف داره یا هدف مالی داره یا هدف شانه خالی کردن از امورات یومی خود داره، هر چیزی که هدفش بوده باشه بالاخره وقتی که هدف رسید اعراض از بین میره. خود در اختلالات ساختگی افکتشی هست یا اختلالات شبه جسمی یا امراض مزمن هستند و بعض وقت در مقابل تداوی هم چندان نتیجه ندارن و برزی مریضا ما متاسفانه تداوی دوایی هم نداریم. خب دکتر صاحب، در اخیر هم مشخصا راه حل در قسمت ای اختلالات چی هست؟ ای که ما میگیم که چی نداریم، تداوی نداریم، هدف می جاست که در جامعه ما شما میگن که تداوی خوردن دواست. یعنی ما تداوی دوایی نداریم که فلان مریض نقصانش تک کنیم، دوار از دواخانه بخره و بخوره خوب شوانه. اینجا ارتباط میگره، بیشتر وقت رفتار درمانی که تزی مریضا کمک میکنه، شناخت درمانی که تزی مریضا کمک میکنه، گروه درمانی که تزی مریضا کمک میکنه، روی خود دکتر. مثلا این مریضا را ما تقریبا در گروپی که 10-12 نفر است معرفی میکنیم، بالاخره این تجربه اجتماعی مریض و بالاخره از طرف 5-6 نفری که در گروپ هستن از مریض حمایت میشه، این تجربه اجتماعی و حمایت اجتماعی هم مریض در بهبودی مریض نقش داره. بالاخره رفتار خود دکتر که به شکل درست و منظم معاینات فیزیکی را انجام میده و سطحی درست، یعنی به اندازه عمیق نه که بالاخره مریض وابستگی بر دکتر پیدا کنه، بالاخره مریض متوجه میشه که کسی هست که مرا درک میکنه، مرا میشنوه و بر اعراض ما گوش میکنه یا بر ما راه حل پیدا میکنه. بعض وقت این مریضا در پلی از این مشکلات خود افسرده هم هستن، استراب هم دارن، از مواد مخدر اعتیاد یا وابستگی به مواد مخدر هم دارن. در صورت افسردگیشان باز ما از دوا استفاده میکنیم، در صورت استرابشان باز ما از دوا استفاده میکنیم که از دوای ضد استراب و دوای ضد افسردگی برشان ما توصیه میکنیم. آها بسیار خوب، سپاس از اینکه در برنامه حضور پیدا کردیم دکتر. ممنون از خودتان و امیدوار هستم عزیزایی که در این قسمت مشکل داشتن توصیه های خوب دکتر صبرم شنیده باشن و از دیدن این بخش هم مستفید شده باشن. سپاس از شما و حال هم وقفه کوتاه در ادامه برنامه با ما همراه باشید.